سرخط خبرها. رد درخواست فرانسه برای آزادی دو شهروند زندانیش در ایران. تهران میگوید اقدام پاریس مداخله جویانه است. انتشار اسناد تازه‌ای از تلاش برای پذیرش شاه در آمریکا. رئیس یک بانک آمریکایی نقشی کلیدی داشته. حمله طالبان به قرارگاه نیروهای خیزش مردمی در شمال افغانستان. دست کم 17 نفر کشته شدند. و رویای بازگرداندن حیوانات به طبیعت، ایده باغ وحش جدیدی در فرانسه. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. ایران میگوید اعتراض دولت فرانسه به ادامه حبس دو فرانسوی از نظر حقوقی بیپایه و نشانگر مداخله پاریس در امور داخلی ایران است. وزارت خارجه فرانسه دو روز پیش سفیر ایران را احضار کرد تا به ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، و رولان مارشال، همکار او، اعتراض کند. حبس یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی بریتانیایی و اعتصاب قضای او در زندان اوین هم بر روابط ایران و استرالیا تاثیر گذاشته. ریحان مظاهری در گزارشش میگوید زندانی شدن افراد دو تابعیتی در ایران به بخشی از مشکلات پایدار روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی تبدیل شده. ایران در واکنش به درخواست فرانسه برای آزادی فوری دو تبعی این کشور که در ایران زندانیان، گفته این اقدام فرانسه مداخله جویانه است و فاقد مبنای حقوقی. فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، حدود یک سال و نیم پیش در سفر به ایران بازداشت و زندانی شد. او از 5 روز پیش در اعتراض اعتصاب قضا کرده. در پی اعلام اعتصاب قضایی او بود که فرانسه سفیر ایران در پاریس را احضار کرد و خواستار آزادی فوری او و دیگر شهروند زندانیش رونالد مارشال، پژوهشگر فرانسوی، شد که در ایران زندانی است. او برای دیدار با خانم عادل‌خواه به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشت این دو نفر چند روز پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در فرانسه به استرداد جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی بازداشت شده در این کشور، به آمریکا رأی داد. دادستان‌های آمریکا او را به تلاش برای خرید سیستم‌های ماکروویو‌های صنعتی و سامانه‌های ضد پهپاد برای ارسال به ایران متهم کردند. بعضی از رسانه‌های فرانسه از جمله فیگارو در آن زمان نوشتند که بازداشت فریبا عادل‌خواه و در پی آن مارشال رولاند نوعی مذاکره برای مبادله آنها با جلال روح الله نژاد است. هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که ایران باید وضعیت این دو پژوهشگر فرانسوی زندانی در این کشور را هر چه زودتر روشن کند. فرانسه همچنین سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت خارجه ایران اما گفته این اقدامات فرانسه وضع را پیچیده‌تر می‌کند و کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. اینها اما تنها دو ملیتی‌های بازداشتی در ایران نیستند. کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی دیگر دو ملیتی بازداشت شده در ایران است که همزمان با فریبا عادل‌خواه اعتصاب قضا کرده. ایران البته این اقدام او را جفسازی سیاسی خوانده و گفته تسلیم تبلیغات نمی شود و او هم مانند هر محکوم دیگری است که حکم قضایی دارد و باید دوره محکومیتش را طی کند. خانم گیلبرت دکترای مطالعات منطقه خلیج فارس از دانشگاه ملبورن و کارشناس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج دارد و از 9 ماه پیش در ایران زندانی است. اتهام او جاسوسی و برای او 10 سال زندان در نظر گرفته شده است. به گزارش روزنامه گاردین، او هنگام بازداشت از دانشگاه ملبورن برای بررسی رابطه ایران با شیعیان بحرین بعد از بهار عربی بورسیه داشته. خانم گیلبرت در نامه‌ای به نخست وزیر استرالیا نوشته که او را به سلول انفرادی منتقل و شکنجه روانی کردند. علاوه بر این 3 نفر، عده دیگر از شهروندان دو تابعیتی از کشورهای غربی در ایران زندانی‌اند، از جمله نازنین زاغری رتکلیف و سیامک نمازی. نگاهی به سابقه آزادی دو تابعیتی‌های زندانی در ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر این آزادی‌ها با اهدافی متفاوت، از جمله مبادله با شهروندان ایرانی زندانی در سایر کشورها یا آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران در دیگر کشورها صورت گرفته. مورد اخیر آن آزادی ژیاو وانگ، پژوهشگر آمریکایی، در ازای آزادی مسعود سلیمانی که متهم به دور زدن تحریم‌ها بود.
سیاستی که باید دید با وجود فشارهای بین المللی بر ایران در شرایط کنونی این بار هم در برابر فرانسه و بریتانیا جواب خواهد داد. ریحانه مظاهری، بی بی سی. به تازگی اسناد جدیدی از تلاش دوستان و متحدان محمد رضا شاه پهلوی برای آوردن او به آمریکا پس از انقلاب 57 منتشر شده. اقدامی که جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت به شدت با آن مخالف بود. این اسناد که خلاصه ای از آن را روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی ویژه منتشر کرده، در اختیار دیوید راکفلر، بانکدار آمریکایی و دوست شاه بوده. این اسناد از تلاش‌های پشت پرده او برای متقاعد کردن دولت کارتر به پذیرش شاه که به سرطان مبتلا بود، تصویر کامل تری ارائه می کند. کامبیز فتایی خبرنگار ما در واشنگتن درباره جزئیات این مقاله و اسناد بیشتر توضیح داد. گزارش نیویورک تایمز فوکس در واقع تمرکز کرده روی شخص دیوید راکفلر که در واقع رئیس بانک چیس بوده و از اون میشه عنوان کرد به عنوان بانکدار شاه و بانکدار ایران در زمان حکومت پهلوی، چرا که به خصوص حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در بانک چیس بود. درآمد نفتی ایران یک قسمت عظیمش از بانک چیس میگذشت که بعد از انقلاب حکومت جدید اومد چند ماه قبل از گروگانگیری این حساب‌ها رو منتقل کرد به بانک آف امریکا یا بانک آمریکا، به این خیال که آمریکا اگر این پول‌ها در اروپا باشه در حساب‌های بانک آف امریکا، ایران طرف آمریکایی بونا دسترسی پیدا نخواهد کرد، که البته اینطور نشد، دارایی ایران مسدود شد. حالا اون چه که در گزارش نیویورک تایمز اومده و البته در قبلا هم در کتاب‌های مختلف بهش اشاره شده این هست که آقای راکفلر و دوروبری‌های او که افرادی مانند هنری کیسینجر بودن، افراد بسیار با نفوذی بودن، تلاش بسیار گسترده‌ای کردند برای آوردن محمد رضا شاه پهلوی بعد از خروجش از ایران به آمریکا، که البته کارتر هم با این کار مخالف بود. جزئیات میشه گفت شاید نسبتاً جالبی اومده در این اسناد، که البته ما این اسناد رو خودمون نخوندیم، منتها گزیده‌ای از اینها مواردی در گزارش نیویورک تایمز اومده، از جمله مثلا اینکه وقتی که شاه و همسرش بالاخره وارد خاک آمریکا شدند با 4 سگ اومدن، که این سگ‌ها ظاهراً چند هفته‌ای حموم نشده بودند. گفته میشه که این جت هواپیمای اینها بوی بسیار بدی میداد. در موارد دیگر اشاره به این شده که آقای راکفلر که به ریگان نزدیک بوده در کمپینی که میکرده در کارزار انتخاباتی اون سال، به او میگفته که در واقع انتظار داره که در داخل ارتش ایران بعد از سقوط شاه یک ناپلئون بناپارتی ظاهر بشه و دست به کودتا بکنه. صحبت از این میکرده که آمریکا باید بره به سمت تغییر حکومت ایران در اون راستا، که البته به نظر نمیاد ریگان هیچ هرگز وارد اون فاز شده باشه. به هر حال البته بعضی از مواردی هم که در گزارش نیویورک تایمز اومده به نظر میاد که نویسنده این مقاله شاید کتاب‌های قبلی رو نخونده باشه. به طور مثال داره میگه که این مقاله و این اسناد داره برملا میکنه که فرستاده نظامی کارتر به ایران در زمان انقلاب، یعنی جنرال هایزر، خواستار سرکوب خونین معترضان شده بود، به جنرال ها گفته بود که اسلحه هاشون رو پایین بیارن و به سینه معترضان شلیک کنن. یک چنین حرفی که در ظاهرا هایزر به آقای راکفلر بعد از بازگشتش به ایران میگه با اسناد دولتی آمریکا ابدا همخوانی ندارد، که هیچ این حرف رو هایزر میشه گفت 40 سال پیش در کتابش زده، و این چیزی که نیویورک تایمز داره میگه که این برملا میکنه یک همچنین چیزی رو، میشه گفت این برداشته شده از کتاب هایزر هست و ظاهرا نویسنده این مقاله کتاب جنرال هایزر رو نخونده بود. اشاره بکنم که آیت الله خامنه ای 30 سال پیش در نطقش در سازمان ملل متحد با اون چیزی که نیویورک تایمز امروز میگه داره افشا میشه اشاره کرده. ولی به هر حال به نظر میاد این اسناد که البته دانشگاه ییل داده شده باشه، تلاش‌های پشت پرده، نحوه فکر این حلقه قدرت جمهوری‌خواه که در واقع میشه گفت دوستان شاه در آمریکا بودن رو میتونه روشن بکنه، تلاشی که در نهایت بعد از چند ماه جواب میده، شاه رو برای درمان بیماری سرطان بالاخره به نیویورک میارند. البته چیزی که در این مقاله بهش اشاره نشده این است که همزمان دولت کارتر در حال تعاملات سری با دولت وقت ایران بوده، اطلاعات محرمانه به خصوص در مورد ارتش عراق داشتن به ایران میدادن، ماموران سازمان سیا به ایران رفته بودن، با دولت بازرگان دیدار داشتند، و تمام اینها داره در آستانه گروگانگیری صورت میگیره. چیزی که در نیویورک تایمز اومده میشه گفت به ماجراهای این سمت داره اشاره میشه، یعنی سمت اون اردوگاه جمهوری خواهان و
تا حد زیادی میشه گفت اسناد طبقه بندی شده و فعالیت‌های دولت کارتر رو نایده گرفته. کامبیز فتایی توضیح میداد. در شمال افغانستان شبه نظامیان طالبان با حمله به یک قرارگاه نیروهای موسوم به خیزش مردمی در ولایت تخار دست کم 17 نفر از آنها را کشتند. حمله در ولسوالی خواجه بهاءالدین در نزدیکی مرز تاجیکستان اتفاق افتاد که از مناطق ناآرام ولایت تخار است. از طرف دیگر نیروهای امنیتی افغان گفتند که در حمله به ولسوالی دشت قلعه همین ولایت 17 نفر از اعضای طالبان کشته شدند. علی حسینی همکارم از کابل با ماست. علی، بیشتر به اون بگو از جزئیات این حمله ها. سخنگوی والی تخار به بی بی سی گفت که حمله شب گذشته صورت گرفته و هدف آن نیروهای تحت فرماندهی به نام فرمانده تاتار بوده، یکی از فرماندهان مشهور در این منطقه. در برخی مناطق افغانستان شماری از گروه‌های مسلح فعال هستند که نه پلیس هستند، نه ارتش اردو هستند و نه هم جزء نیروهای امنیت ملی. نیروهایی هستند از همان محل که دولت افغانستان پول میده به آنها، معاش میده به آنها و همچنین تجهیز میسازه آنها را. از طرف دیگر گروه طالبان گفتن که در منطقه را نام برده و گفته که در منطقه به نام لاله گذر دو قرارگاه نیروهای خیزش مردمی را هدف قرار دادن و به گفته آنها 21 نفر کشته شدند. به نظر میرسه در همزمان نیروهای هوایی افغانستان هم عملیات مشابهی داشتن، گرچه هوایی بوده، و تانستن 17 نفر از گروه طالبان را هدف قرار بدن و به گفته وزارت دفاع حمله زمانی صورت گرفته که شماری از نیروهای گروه طالبان تجمع کرده بودند. زمان وقوع حمله هم مهمه به خاطر اینکه انتظار میره که طالبان و نیروهای آمریکایی آتش بس اعلام کنن. درسته، یک چند نفر از هیئتی که چند روز پیش رفته بودن برای مشوره با رهبران طالبان، یکی از منابع گروه طالبان به ما گفتن که برگشته به قطر، اینها در حال رایزنی و مشوره با بزرگانشان هستند تا بتونن در رابطه با احتمال یک توافقنامه احتمالی بر سر آتش بس و همچنین امضای نهایی توافقنامه 10 ماهه بین دو طرف در حال مشوره هستند. به نظر میاد در روزهای آینده اتفاقات مهمی در این رابطه در قطر صورت میگیره در دفتر سیاسی گروه طالبان در آنجا. اما گروه طالبان در رابطه با که قرار است آتش بس بشه بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا، اما موضوع مهم این است که بعد از اینکه اینها آتش بس کردن، آتش بس گروه طالبان با دولت افغانستان، نیروهای امنیت افغانستان، اما آیا برقرار خواهد شد یا خیر؟ که اگر بشه خیلی موضوع مهمی است. تا کنون گروه طالبان تاکیدشان این بوده که موضوع آتش بس فعلا مورد بحثشان نیست، فقط زمانی که گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیرد یکی از موضوعات گفتگوهای بین الافغانی آتش بس بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. به نظر میرسه گفتگوهای بین الافغانی که بعد از امضای آتش بس با ایالات متحده آمریکا مطرح خواهد شد، گفتگوهای پیچیده و خیلی جنجالی باشه. ممنونم ازت علی حسینی از کابل با ما. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. ایران میگوید درخواست فرانسه برای آزادی فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو شهروند زندانیش در تهران، مداخله جویانه است. انتشار اسناد تازه‌ای از تلاش دوستان شاه برای پذیرش او در آمریکا نشان می‌دهد که دیوید راکفلر، مدیر عامل یک بانک آمریکایی، نقش ویژه‌ای در متقاعد کردن دولت کارتر در پذیرش شاه داشت. در ادامه این برنامه، ابتکاری بحث انگیز برای کمک به حیوانات. نای، سازمان حامی رسانه‌های افغانستان، در گزارش امسال خود گفته که خشونت علیه روزنامه‌نگاران در این کشور 40% کمتر شده. بر اساس این گزارش پارسال حدود 200 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود. حمله‌های مرگبار، مشکلات مالی و دسترسی نداشتن به اطلاعات از مهمترین چالش‌هایی است که خبرنگاران افغانستان با آن مواجهند. ساعتی پیش از مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌ها، پرسیدیم که این گزارش چقدر می‌تواند شرایط خبرنگاران افغانستان را تغییر دهد. کاهش خشونت علیه روزنامه‌نگاران می‌تواند یک نوید خوب برای جامعه خبرنگاری افغانستان باشد. به این معنا که ما از حدود 200 یا 200 مورد خشونتی که پارسال خبرنگارای افغانستان بهش دوچار بودند، ما امسال حدود 115 مورد خشونت را به ثبت رساندیم. اما از طرف دیگر
در جامعه افغانی، در جامعه که حدود 10,000 جامعه افغانی خبرنگاری قطعا هدف ماست، حدود 10,000 کارمند رسانه و خبرنگار داشته باشیم و ما شاهد 10 مورد کشته شدن خبرنگار را باشیم، این میتونه یک وضعیت بد را نشان بده. به هر حال تعداد خشونت ها کاهش پیدا کرده، اما این به این معنی نیست که زمینه های برای بهتر شدن وضعیت خبرنگاران در افغانستان مد نظر باشه یا حداقل ما بتونیم زمینه ها را به وضوح ببینیم. هنوز که هنوز است مسئله مسئولیت و امنیت جانی خبرنگاران به عنوان مهمترین چالش برای جامعه افغانی تعریف میشه. پس از اون مشکل اقتصادی و مالی برای رسانه هاست که ما شاهد مسدود شدن حدود 135 رسانه تنها در سال 2019 میلادی بودیم. در کنار از این مسئله دسترسی به اطلاعات، کما این که ابهام از آینده ناروشن در زمینه وضعیت آزادی بیان با توجه به گفتگوهای صلح، از چهار محور اساسی مشکلات و معضل های خبرنگاران میتونه بررسی شود و حساب بشه. در زمینه خشونت علیه روزنامه‌نگاران، دولت سامانه ها و ساختارهایی را تعریف کرده حداقل از دو سه سال به این طرف که میشه با او امیدوار بود، به نام کمیته های مشترک رسانه ها و حکومت. در کنار از او مقرره یا راهکاری را تعریف کرده به صورت زیر مجموعه قانونی که مسئله مسئولیت خبرنگاران را تعریف میکنه. اما چیزی که خیلی مهم است، در افغانستان تعهدات کتبی و تعهدات قانونی حکومت و دولت در مجموع بسیار زیاد و بسیار خوب و با الفاظ شیرین است. چیزی که خیلی مهم است این است که متاسفانه ما شاهد عملی شدن هیچ راهکار قانونی در زمینه کار خبرنگاران به صورت خیلی بنیادین نبودیم و هنوزم نیستیم. مجیب خلوتگر بود، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌ها در افغانستان. حالا چند خبر ورزشی. پیروزی حسین بخش سفری، ورزشکار افغان، بر رقیب روسش پیتربرگ در افغانستان واکنش‌های زیادی داشته. آقای سفری دیشب حریفش را در مبارزات آزاد هنرهای رزمی ترکیبی MMA شکست داد. سازمان فایت نایز جهانی روسیه این مسابقات را برگزار کرده. با اعلام پیروزی آقای سفری، بعضی از شهروندان کابل به شلیک هوایی پرداختند و در شبکه‌های اجتماعی با همرسانی عکس‌های این ورزشکار او را ستایش کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و عده زیادی از چهره‌های سیاسی افغانستان هم پیروزی حسین بخش سفری را تبریک گفتند. علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج، در مسابقات جهانی روسیه دوم شد. این نابغه نوجوان در پی تصمیم ایران برای اعزام نکردن تیم شطرنجش به روسیه، تصمیم گرفت بدون تابعیت ایرانی و با پرچم فدراسیون جهانی شطرنج در رقابت‌ها شرکت کند. وزارت ورزش ایران ظاهراً به این دلیل که دو شطرنج باز ایران، محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودلو، در مسابقات شطرنج اسپانیا با رقیب‌های اسرائیلی مسابقه دادند و ممکن بود چنین اتفاقی دوباره بیفتد، تصمیم گرفت شطرنج بازان ایرانی را به مسابقات مسکو نفرستد. علیرضا فیروزجا گفته که بعد از مسابقات روسیه از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. مارک ویلموت، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از فسخ قراردادش با این تیم از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده. او خواستار غرامت شده. فدراسیون فوتبال ایران هم متقابلا از آقای ویلموت شکایت کرده. جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته باید دید فدراسیون جهانی چه حکمی در این ارتباط صادر خواهد کرد. مارک ویلموت بهار امسال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران جانشین کارلوس کیروش شد که نزدیک به 7 سال مربی تیم ایران بود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران کنارگیری کرده. روابط عمومی این فدراسیون گفته علت استعفای مهدی تاج دومین حمله قلبی او در چند ماه اخیر است. در دوره ریاست آقای تاج که 3 سال و 8 ماه طول کشید، تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی در مسکو راه یافت، ولی مشکلات مالی که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های آمریکاست به شدت به فوتبال ایران لطمه زد. منتقدان فدراسیون تحت مدیریت آقای تاج را به بی‌کفایتی در ترتیب دادن بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی، برنامه‌ریزی ضعیف در تقویم بازی‌های باشگاهی و کوتاهی در فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها متهم کردند.
حالا وقتش رویدادهای مهم ورزشی سال 2019 رو به انتخاب خبرنگار ورزشیمون پوریا جعفره مرور کنیم. سالی که در اون فوتبال زنان بیشتر از هر وقت دیگه‌ای با اقبال جهانی روبرو شد. تیم ملی زنان آمریکا با قهرمانی قاطع در جام جهانی فرانسه یک سطح جدید فوتبال زنان رو به نمایش گذاشت. در ایران هم زنان ایرانی بالاخره بعد از مدت‌ها به استادیوم‌های فوتبال راه پیدا کردند. علاوه بر فوتبال، زنان بوکس حرفه‌ای و بازگشت اسطوره‌های تنیس هم خبرساز شد. سال 2019 میلادی یکی از پرحاشیه ترین سالهای اخیر ورزش بود، اما در سالی که نه در اون المپیک تابستانی یا زمستانی برگزار شد و نه جام جهانی مردان، میشه گفت یک تیم ورزشی بود که جوره همه را کشید. نماینده ای شایسته و فوق‌العاده برای نیمی از ورزشکاران کره زمین. مهر تیم ملی فوتبال زنان آمریکا برای همیشه روی سال 2019 خواهد ماند. نمایش فوق‌العاده اونها در جام جهانی فرانسه از مهمترین عواملی بود که باعث شد در پایان تورنمنت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این دوره جام جهانی زنان را به عنوان موفق ترین در تاریخ اعلام کند. آمریکایی‌ها که دوره پیش هم قهرمان شده بودند در فرانسه بدون نقص بودند. اونها از هفته اول تورنمنت تا آخرش همه بازی‌های خودشون رو بردند و در این میان با برد 13-0 جلوی تایلند رکورد بزرگترین پیروزی را هم ضبط کردند. مگان راپینو، کاپیتان تیم ملی زنان آمریکا که از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هست، به ما یادآوری کرد ورزشکاران تا چه اندازه میتونن تاثیرگذار باشن. ما وظیفه داریم که این دنیا رو به یک جای بهتر تبدیل کنیم. فکر کنم این تیم عملکرد فوق‌العاده‌ای در به عهده گرفتن این مسئولیت داشته. ما از تاثیرگذاری جایگاهمون با خبر بودیم. راپینو در جام جهانی بهترین گلزن و بهترین بازیکن شد و در پایان سال هم توپ طلا رو برد. ۲۰۱۹ یک سال فراموش نشدنی در تنیس بود. بازگشت سه اسطوره معاصر جذابیتی منحصر به فرد مسابقه های مردان داد. از چهار تورنمنت اصلی دو تا به نادال رسید و دو تا به نوواک جوکوویچ از صربستان تا فاصله تعداد قهرمانی ها رو با بهترین تاریخ یعنی راجر فدرر سوئیسی کم کنند. در تنیس زنان، افول سرنا ویلیامز بعد از مادر شدن و بالاتر رفتن سنش ادامه داشت و به این ترتیب بعضی چهره‌های جدید تونستند برای اولین بار در یک تورنمنت عمده قهرمان بشن. ورزش ایران هم در سال 2019 در دو مورد در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفت. یکی ماجرای بازنگشتن سعید مولایی، جودوکای ایرانی، برای شکست‌های فرمایشی و مواجه نشدن با حریفان اسرائیلی که در نهایت باعث محرومیت جودوی ایران شد، و دیگری حضور جزئی زنان در استادیوم‌های فوتبال ایران برای یک مسابقه ملی، مسئله‌ای که در نهایت با فشار فیفا و خودکشی دردناک سحر خدایاری مشهور به دختر آبی، یکی از هواداران زن استقلال تهران میسر شد. 237 سال 2019 سال مهمی برای بوکس حرفه‌ای بود، به خصوص دسته سنگین وزن. آنتونی جاشوا از بریتانیا تابستان گذشته در یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ بوکس در نیویورک به اندی رویز مکزیکی آمریکایی باخت، اما در نهایت سه کمربند از چهار کمربند بوکس سنگین وزن حرفه‌ای آخر سال دوباره به جاشوا رسیدند. وقتی که او موفق شد در یک مبارزه پرحاشیه در خاک عربستان رویز رو با رأی قاطع داوران شکست بده. و حالا همه علاقه‌مندان بوکس برای مسابقه های مهم سال 2020 دست شماری می کنند. پوریا جعفره، بی بی سی.
خبرگزاری فارس میگوید مجموعه دلفیناریوم در برج میلاد تعطیل شده. دیروز گزارش شد که یک دلفین در این مجموعه جان خود را از دست داده. مدیر روابط عمومی برج میلاد گفته در صورتی که تخلف پیمانکار در این باره محرز شود، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. یک عضو شورای شهر تهران میگوید از شهرداری تهران خواسته شده تا درباره ماجرای مرگ مشکوک این دلفین گزارش دهد. در فرانسه چند سازمان خیریه با هم یک باغ وحش تأسیس کردند. هدفشان بازگرداندن حیوانات به حیات وحش است. آنها 650 هزار یورو سرمایه جمع کردند و رویاهای بلند پروازانه ای دارند. گیل مکللان گزارش می‌دهد. باغ وحش دوپون اسکورف در استان بریتانیا فرانسه مدتی است که به روی بازدید کنندگان بسته است. اگر نقشه های تیم بازگشت به حیات وحش طبق برنامه پیش برود، تا حدود 6 ماه دیگر باز خواهد شد. اما از آن باغ وحش های عادی نیست. مثلا حیواناتش در معرض دید قرار نخواهند داشت. در واقع ما نمیخوایم باغ وحش رو به روی عموم ببندیم. برای ما رونق اینجا خیلی مهمه. اینکه مردم بتونن بازدید کنن و با بقیه موجودات زنده ارتباط داشته باشن. ما میخوایم دید دنیا رو به حیوان ها عوض کنیم. اونا کالاهای مصرفی نیستن. میخوایم یه رویکرد جدید در پیش بگیریم که جنبه آموزشی داشته باشه. اما اول باید حیواناتی رو که به کمک سرمایه گذاری جمعی خریده شده ارزیابی کنند. میخواهند نظر آنها را هم درباره رهایی از شرایط فعلیشان بدانند. کرگدن حالش خوب نیست. کاملا میشه بار سنگین اسارت رو روی شونه هاش احساس کرد. کرگدن سیاه یک حیوان برگخواره و اینجا هرگز به برگ دسترسی نداشته. مالکان جدید از همه کارکنان باغ وحش قدیمی که 17 نفرند خواستند تا آنجا بمانند و کمک کنند. آنها به جمع‌آوری کمک نقدی ادامه می‌دهند. سعی می‌کنند حیوانات باغ وحش را توانبخشی کنند و بعضی از آنها را به حیات وحش برگردانند. اما همه موافق این طرح نیستند. انجمن باغ وحش و آکواریوم‌های اروپا می‌گوید مشارکت کنندگان گمراه شدند. اشاره آنها به دشواری‌های بازگرداندن حیوانات به حیات وحش است. می‌گویند عرصه حفاظت از حیوانات جای تازه کارها نیست، اما موافقند که انواع حیوانات با خطرات جدی مواجهند و تجربه باغ وحش دوپون اسکورف میتواند گامی کوچک در راه درست باشد. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.